بسم الله الرحمن الرحیم آموزش احکام نیت روزه قسمت سوم بعضی از روزهای سال روزه گرفتن ثواب بیشتری دارد اما باید مواظب بود تا وقتی که روزه واجب یا قضای روزه بر ذمه باشه نمیشه به نیت روزه مصحبی روزه گرفت ولی اگر کسی فراموش کنه که روزه واجب بر ذمه داره و روزه مستحبی بگیره و قبل از اذان ظهر به یاد بیاره باید نیتش رو به نیت روزه واجب برگردونه اما اگر بعد از ظهر متوجه روزه واجب بشه روزش باطله در این بین یوم و شک احکام متفاوتی داره یوم و شک به روزی میگن که معلوم نیست روز آخر ماه شعبان یا روز اول ماه رمضان و برای همین روزه گرفتن این روز واجب نیست اگر هم کسی بخواد روزه بگیره باید به نیت روزه مستحبی و یا روزه واجبی که بر ذمه داره روزه بگیره که در این صورت اگر بعدا معلوم بشه یا مشک اول ماه رمضان بوده روزه اون به عنوان روزه ماه رمضان محسوب میشه اما اگر در بین روزه مطمئن بشه که اول ماه رمضانه باید فورا نیتش رو به نیت روز اول ماه رمضان برگردونه در این باره چند نکته وجود داره یک اگه کودکی در ماه رمضان و پیش از اذان صبح بالغ بشه باید اون روز رو روزه بگیره ولی اگر بعد از اذان بالغ بشه و مبتلات روزه رو انجام نداده باشه بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کنه و روزه رو ادامه بده و بعدن هم مجددا قضا کنه دو اگر بیماری که از روزه معاف شده پیش از ظهر بهبود پیدا کنه و کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نداده باشه باید نیت روزه کنه و بنابر احتیاط واجب مجددا قضا کنه ولی اگر بعد از ظهر خوب بشه روزه اون روز واجب نیست و فقط باید غذای اون رو به جا بیاره سه. کافری که پیش از اذان ظهر در ماه رمضان مسلمان بشه و مبتلات روزه رو انجام نداده باشه بنابر احتیاط واجب فقط روزه رو ادامه بده و لازم نیست اون رو قضا کنه مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله مکارم شیرازی